همزمان با فرارسیدن سال روز شهادت عقیله بنی هاشم، دخت امیر مؤمنان علیه السلام، بانوی صبر و ایثار حضرت زینب کبری سلام الله علیها در روز شنبه 15 رجب العصب 1445 هجری برابر با 7 بهمن 1402 شمسی، مؤمنان حاضر در بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس قم با مرسی سرایی این روز را گرامی داشتند. در این خیمه عزا که با حضور مرجع عالی قدر و جمعی از علما و فضلا و فرهیختگان حوزوی و ارادتمندان به خاندان عصمت و تعالت علیهم السلام برگزار شد، سخنران این محفل به ذکر مصائب حضرت زینب سلام الله علیها و اقامه عزاداری و سوگواری پرداخته و در پایان حاضران برای تعجیل در امر فرج حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و نجات شیعیان جهان دعا کردند. انورالحق کاکر نخست وزیر دولت موقت پاکستان خواستار ادامه اخراج مهاجران افغانستانی در دولت بعدی شد. وی در گفتگو با یک رسانه خصوصی تصمیم دولت خود برای اخراج گسترده پناهجویان افغانستانی را درست خواند و از دولت بعدی نیز خواست تا روند اخراج آنها را ادامه دهد. او این سخنان را در حالی مطرح کرده که انتخابات سراسری این کشور قرار است تا 2 هفته دیگر یعنی 19 بهمن برگزار شود. بر اثر حملات توپخانه ی ارتش میانمار به مناطق مسکونی مسلمانان روهینگیا در منطقه بوتی داونگ در ایالت راخین دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. نایسان لوین فعال حقوق مسلمانان روهینگیا و یکی از بنیانگذاران ائتلاف روهینگیای آزاد طی بیانیه‌ای در رابطه با این حادثه اعلام کرد که دسترسی اینترنت به منطقه قطع شده و با ورود گروه مسلح بودایی ارتش میانمار به برخی از روستاها وضعیت بدتر شده است. لوین با اشاره به اینکه ارتش میانمار در 25 ژانویه حمله توپخانه‌ای به این منطقه انجام داد و در این حمله 12 مسلمان روهینگیا مجروح شدند اظهار داشت. در حملات روز گذشته این ارتش دست کم 12 مسلمان روهینگیا جان خود را از دست دادند و بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی آیسسکو مراکش را یکی از مهمترین شهرهای گردشگری کشور مغرب است، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2024 انتخاب کرد. این انتخاب در حاشیه اختتامیه فعالیت‌های مراسم ربات پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2022 که 1 سال کامل از سوی آیسسکو در مغرب اجرا شد صورت گرفت. این مراسم شامل فعالیت‌های هنری و فرهنگی و در رأس آن نمایشگاه و موزه سیره نبوی بود که با نظارت مولای حسن ولیعهد مراکش افتتاح شد. مردم مونترال در آستانه 7 سالگرد حمله به مسجد شهر کبک برای آغاز برگزاری هفته آگاهی اسلامی گرد هم آمدند. مونترالی ها یاد 6 نفری را که در روز 29 ژانویه 2017 پس از ورود یک مرد مسلح به مرکز فرهنگی اسلامی شهر کبک و کشتن نمازگزاران جان باختند را گرامی داشتند. سامر مجذوب رئیس انجمن مسلمانان کانادا گفت گرد همایی مونترالی ها یک نمایش همبستگی برای ابراز همدردی با خانواده های افرادی است که در 29 ژانویه 2017 در شهر کبک جان خود را از دست دادند. این مراسم که در میدان ویکتوریا برگزار شد دست در دست هم در برابر اسلام حراسی نام داشت.